بینندگان محترم سلام، وقتتان بخیر. با مهمترین خبرها از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها، سفیر ایران در کابل: حکومت تب قومیت در افغانستان را قبول نداره. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دولت طالبان را تک قومی دانسته و گفته است کشور از چنین حکومتی را به رسمیت نمی شناسد. او در گفتگو با طلوع نیوز از طالبان خواسته است که دولت فراگیر تشکیل دهند و ایران دولت فراگیر در افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت. امینیان گفته است اگر یک گروه بیاید و یک گروه تک قومیت باشند و همه اقوام را در حکومت شراکت نکنند، این را هم ما قبول نداریم. از همین خاطر ما از سر خیرخواهی با حاکمان طالبان میگوییم که شما یک حکومت فراگیر تشکیل بدهید. سفیر ایران در کابل اضافه کرده است اگر دولت کابل از سوی تهران به رسمیت شناخته شود، روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عربی نیز چنین کار را انجام خواهد داد. طالبان اما اظهارات سفیر ایران درباره حکومت فراگیر مداخله در امور داخلی افغانستان خواندند. این آمنا سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته است آیا دولت و یا کابینه ایران به تعریفی که دیگران از فراگیر دارند یک دولت یا کابینه فراگیر هست؟ هر کشور به احساس منافع ملی خود از دولت فراگیر تعریف میکند. برخی از کشورهای دیگر نیز تشکیل دولت فراگیر را یکی از شروط شناسایی دولت طالبان تعیین کرده است. طالبان دولتی را تشکیل دادند که تمامی اعضای آن طالب و افراد با عناوین ملا، مولوی، شیخ، قاری و آخوندزاده است. با گذشت بیش از 4 ماه تا کنون هیچ کشور این دولت را به رسمیت نشناخته است. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا واسطه خبری دیگر الله مرادگارتان، فراموش نکنید این ویدیو را لایک و با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. روز و کامگار باشید.